أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الان الى قیام یوم الدین. نخبگی در اینجا حالا دیگه درجه است دیگه، عرضم به حضورتون جوانی در شما هست، تحصیلم میکنید، یه مقدار تحصیل کردید، یه مقدار تحصیل دارید میکنید، حالا همین مقدار یه مقداری نخبگی رو به بار میآورد. نخبگی در اینجا خیلی خرج نداره. نخبگی در اینجا خیلی خرج نداره. یک کمی خوش آدم بیشتر باشه، یه ذرم کار کنه، ثمرش چیه؟ حتی اکثر این است که وقتی که این شخص از دنیا میره، توی قطعه مثلا نخبگان بهشت زهرا دفن میشه. یه ذره بیشتر باشه، یه نیمتنه مجسمهی در یکی از دانشگاه های کشور براش میذارن. یه ذره بیشتر باشه، مثلا اسمش در یک دارالمعارف ایرانی هم میآید. بعدم پایان میپذیرد. وقتی آدم پایان پذیرفت، همین چیزایی که گفتیم و حالا بیشتر از اینم باشه، صد برابرم باشه، ابن سینا رو خوب میدونیم دیگه، نخبه مثلا درجه اول در کشور ما بود. هزاره براش تشکیل دادن، هزاره تولدش، هزاره وفاتش، مثلا به هر مناسبت دیگری، برای او چه سودی؟ یه آرامگاه با شکوه هم براش ساختن، برای او چه سودی؟ همین سودهایی که اینجا هست در همینجا محدوده، تمام میشه. حالا اگر آدم نخبه هم نباشه، باز یه درجه اینا رو کمتر داره. در شما مثلا فرض کن الان 100,000 جور مهندس در کشور ما هست، مثلا عرض میکنم، خب من هم یکی از اونا، چیز خاصی نمیشه. مثلا فرض کنید که مادر پیش خودش افتخار میکنه به پسرش، و پدرم مثلا مقدار خوشحاله، و تمام میشه. آدم هم گاهی اسم خودش رو به عنوان مهندس مثلا به کار میبره، ممکنه یه ذره شادمانی براش داشته باشه. همش تمام میشه در یک حیطه بسیار کوچکی. اما ممکن است آدم بشه یک آدم بی حد و مرز و بی نهایت. این نخبگی هاش رو زب در بی نهایت کنه. از کنم که اون حد اکثر نخبگی های ممکنه در این عالم ابن سیناست دیگه، مثلا در کشور ما. اما اینا هیچ زبدر بی نهایت نیست. می تواند آدم اونو تبدیل کند به یک بی نهایت. علاوه بر این، مثلا همه آنچه که در این زمینه که من عرض می کنم، همه آنچه که آدم در این زمینه کار می کنه برای خودش کار.
برای خودش داره کار میکنه. عرض کردم مثلا ابن سینا اگه آدم خوبی باشه قبرش یه باغ و بستانی هست، اگه نباشه خدا نکره بد باشه یه جهنمه، براش هزاره بگیرم یا نگیرم، عکس چاپ کنم دانشگاه به نامش بگذارم، همدان دانشگاه ابن سیناست دیگه، به نام دانشگاه بذارم، بیمارستان بذارم، بیمارستان سینا داریم اینجا، چیزی برای اون نیست. اون هرچی بود همراه خودش برده بود و حالا بد بود خوب بود هرچی بود همونه. نمیتونم اون رو بی نهایتش کنم. اینجا جای بی نهایت نیست، این عالم جای بی نهایت نیست، نمیتونم اون رو بی نهایت کنم. اگر آنچه که شما الان میکنید یعنی تحصیل میکنید دیگه، حالا این تحصیل هم فرض کنید که خیلی خوب تحصیل کنید، این وظیفه هست دیگه، اولین وظیفه هم دوستان طلبمون که با من صحبت میکنن میگم اولین وظیفه واجب طلبه این است که درس خوب بخونه. حالا میگیم اولین وظیفه واجب یک دانشجو است که درسش خوب بخونه. شما چون مسلمانی که نماز نمیخونید که نمازو چون مسلمان بخشید، چون دانشجو هستین که نماز نمیخونید، چون مسلمانی نماز میخونید، پس نمازتون به دانشجویی ربط نداره. شما از حیثی که دانشجو هستی با درس خوب بخونی، خوب درس باید خوب بخونه و بعد بکوشد درجات بالاتری تا آنجا که میتواند و همه اینها رو در راه خدمت به مردم بگذارد. اونجا آدم میتونه سر به بی نهایت بزنه، مرز نداشته باشه آنچه که به دست آورده است. شما هرچی خدمت بکنی برای مردم از زندگیت کم نمیشه که. شما الان هدفت خدمت به مردمه، خدمت مردم مسلمان. یه مجموعه دانشجویی بودن، حالا قوله با عنوان شما نخبه، فوق لیسانس بودن، برجسته بودن، میخواستن بفرستن، دولت میخواست بفرسته به آمریکا در عصر سلطنت کی بود نمیدونم، وزارت آقای نمیدونم، البته بعد از انقلاب ها خواستن بفرستن آمریکا. این مقدار درسته اینا کم بود داشت، استاد دعوت کردن از آمریکا بیاد مثلا برای اینا مثلا 4 واحد 2 واحد مثلا 6 واحد کم بوده که درسشون داشت، حالا رشته هاشون قاعدتا فنی بود دیگه، به اینا درس بده که اونجا رفتن مثلا یه سر برن فرض کنید در دوره دکترا مثلا. یا آقا پسر از این جمع این بچه جبهه رفته بود و خدا پیغمبر یه چیز سرش میشود، استاد یه سوال بفرمایید، یون سوالش کرد گفت میخوای بگم که این ریشه فکر تو در این سوال کجاست؟ بفرمایید. گفت بله، تو فکر میکنی وضع موجود یعنی کشور که به دست مثلا نیروهای مذهبی اداره میشه اینا میتونن کشور رو اداره کنن؟ نه اینا نمیتونن. بعد وارد شد مفصل گفت من به شما میخوام یه نصیحت بکنم، شما رفتین از ایران دیگه ایرانی نباشید. خیلی حرف خوبی بود، رفتین دیگه اصلا ایرانی نباشید. قاعدتا در قیافه اینا یه کمی حالت ناراحتی دید، کسی باور نمیکرد که حالا مثل این آقا میخواد به من نصیحت کنه، میخواد بگه آقا تو ایرانی دیگه نباش. اینشو دیگه نمیتونست مثلا بپذیره، تو قیافه های کمی ناراحتی دید. گفت حالا اینم اگر نمیخواید
ایران نباشید، ایرانی نباشید، اصلا ایران نباشید، برای اینکه بتوانید به بشریت خدمت کنید. میفهمید چه عرض میکنم؟ شما ایرانی نباشید، بعد حداقل ایران نباشید، دیگه بر نگرد اینجا. برای چی؟ برای چی گفته بود؟ به بشریت خدمت کنید. بشریت فقط در آمریکا زندگی میکنه دیگه، شما دارید به بشریت خدمت کنید. این آقا به سری که این داستان رو نقل میکنه که از این خیر این بشریت رو نمیدونم ایرانی نباشید و ایران نباشید، اینا گذشت و نرفت اصلا. اونا رفتن، قاطعا هیچ کس هم بر نگشته از اون جمعی که وزارت علوم انتخاب کرده، مثلا بودجه داده، بورسیه داده که اینا برن تحصیل کنن. و بعد چی؟ حد اکثر یا پسری خیلی گفتن با خوش بود، خیلی نمیدونم تا کجا ایران درس خونده بود، بدم رفت بود انگلستان و احتمال میدم مثلا فرض کنیم مهندسیش ایران گرفته بود، رفت بود انگلستان، اینجا فوق لیسانس گذرانده بود، دیدم خیلی باهوشه. یه روز مثلا یه کسی بهش تلفن میزنه میگه ما میخوام با شما یه ملاقات کنیم، شما از کجا هستین، کی هستین؟ ما مثلا جای وزارت دفاع هستیم، وزارت دفاع انگلستان. باشه مثلا کجا قرار داشت؟ نشستن مثلا فرض کنید چای خوردن و گفتن که آقا ما میدونیم شما یه همچی خونه ای دوست داری، تو آرزو یه همچی خونه ای. نشون دادن عکسشو، یعنی این مطابق آرزوی تو هست یا نیست. یه خونه ای بود، حالا مثلا چه جوری، بالای تپه، تمام این اطراف هم سبز و خرم و فوق‌العاده، یک دریاچه هم در کنارش بود و مثلا یکم اونورتر هم یه رودخونه عبور میکرد و یه ماشین هم تو ما میدونیم دوست داشتی، عکس اون ماشین هم تو اون خونه بود، حقوقت هم اینجور، مثلا فرض کنیم ما چک سفید بهت میدیم، برای حقوقت چک سفید میدیم، فقط شرطش اینه که دیگه ایران نری. شما میای عضو وزارت دفاع انگلستان میشی، دیگه هم ایران نمیری. هر وقت هم دلت خواست پدر مادر تو، ما با هواپیما میاریم اینجا، یه ماه اینجا مهمان ماست، پیش تو باشن، باشیم، بعد برن. فکر کن تو یه هفته به ما جواب بده. فکر میکنم اون چی جواب داده بود؟ نه؟ باور نکن، دانشگاه های ایران همچی جوانی رو بار نمیاره. ما خدمت به بشریت، یعنی بشریت آمریکایی، خدمت به بشریت، خدمت به وزارت دفاع، مثلا کمکی به وزارت دفاع و وزارت دفاع انگلستان علیه عراق، افغانستان، ایران، پاکستان، نمیدونم لبنان، سوریه، چنین خدمتی رو من نمیگم. اون چیزی جز دنیای محضی نیست که بلافاصله بعدش هم یک زندان ابد. شما درس خوب بخونین، خوب بخونین، اما بر خدمت به مردم کشور خودتون. من عرضم اینه، شما غذایی که در هنگام خدمت به مردم میخوری، زندگی که با هدف خدمت مردم به دست میاری،
نمیدونم با درجات مقامات علمی، نمیدونم فرض کن دانشگاهی، که بر فرض هدف خدمت مردم به دست میاری، با اونی که همین چیزای معمولی آدم داشته باشه خیلی فرق نمیکنه. حالا این زندگی نامه دکتر غریب رو نشون میده، به وقتایی دیگه هم نشون داد، من یه ذره شو دیدم، یه ذره حالا میشناختم، یه ذره این زندگیش نون خالی میخورده، زن بچه خوب نداشته، خونه نداشته، محترم نبوده، یا بوده؟ ما در میان علمای خودمون مثلا مرحوم علامه امینی رو میشناسیم، حالا امثالش هستن، مثال میزنم، ایشون گاهی در شبانوز 17 ساعت کار میکرد، 17 ساعت که این 17 ساعتش رو فقط مثلا وقت نماز قطع میشد که بارنش نماز رو بخونه اول وقت، بعد بقیه کاراشو بکنه. هفتاد چند سالشون عمر کرد ظاهرن، خب خیلی هم محترم بود، بچه هاش هم محترم هست، یکیش هم بگه من نوه آیت الله امینی هم، نوه علامه امینی هم، اون نوهش هم بیشه ما محترمه. خیلی فرق نمی کنه دنیای آدمی که خدمتگزاره، عمرشو گذاشته، عمرشو گذاشته بر خدمت به مردم، یا که نه عمرش بر خودشه، خیلی فرق نمی کنه، فقط اون یه سر رشتهی به ابدیت دارد، اون ندارد. وقتی تموم شد تموم شد، آدم یه وقت تموم میشه دیگه، قبول داری یا نداری؟ آدم یه روز تموم میشه، حالا یه وقت جوانی، یه وقت نیمه سالی، یه وقت پایان مثلا عمر درست، یه روز تموم میشه. این تموم میشه بعد چی؟ ما میگیم اگر بعدی اصلا در خاطر شما بعدی وجود داره، اعتقاد به یک بعد داری، یه کاری باید تو این دوره بکنی. بهترینش این بود که تمام هوش شما، حواس شما، کوشش شما، زحمت شما، رنج شما، درسی که میخونید، کاری که بعد از درس میکنید برای خدمت به مردم باشه. البته من خدمت به مردم میکنم برای چی؟ یه برای چی هم لازم داریم دیگه، میخوای ابدی بشه؟ اگه برای نام نشون میکنی، خب نام نشون تو میذارن، برای میکنن یه میدانی به نام شما میشه، در یه مجسمه نیمتنه به نام شما میذارن، فرض کنید که یه خیابونی از یه حرف ها، حتی اکثرش این میشه دیگه. اما اگر آدم اینو با نیت خدایی بکنه، اصلا این عالم هیچه در مقابل همه عالم هیچه ها. گفته بودن یه دونه برگ از برگای درخت های بهشت بیرون تو این عالم، همه عالم صحراهای خشک سوزان آفریقا، کویر لوت ایران مثلا، نمیش میشه گلستان، یه دونه برگ از بهشت. چقدر این سبزی و خرمی تو این برگ وجود داره که عالم، یعنی کره زمین کل میشه گلستان. یه برگش موی عبدیتی اونجوری وعده میدهیم، فقط مخور است که شما معتقد باشی کارتو بذاری برای اون. شما درستو میخونی، درجه اعلام میخونی، درجه اعلای علمی رو میگیری،
مثلا استاد درجه اول ممتاز دانشگاه میشی یا هر چیز دیگری. اینا هیچ دست نمیخوره اینا، اما اینا رو با هدف من انجام میدم، با نیت الهی برای خدمت به مردم، با نیت الهی برای خدمت به مردم. مثلا فرض نداره غیر خدا در خدمت به مردم، من خدمت مردم میکنم که چی؟ که چی؟ چقدر به من باریکلا میگن؟ مثلا چقدر به من کف میزنن؟ میگم اینجا بهره یادم نمیبره خیلی، برای بهره میبره اما خیلی بهره نمیبره. اون بار بهرهش میشه بهره بی نهایت، یه بهره بی نهایت. خودم اینو نمیذاره، مثلا اونو نمیذاره اینو بگیره. یه چیزم عرض کنم دیگه، عرض رو به پایان برسانی. اگه آدم پاک دامن نباشه همچه خیال و نیتی نمیتونه بکنه. باید پاک دامنی خودشو حفظ کنه. این جوان، نوجوان و جوان پاکی های اولیه دارن دیگه. نوجوان و جوان، بالقول نوجوان، پاکی های اولیه رو دارن. این پاکی رو اگه حفظ کنه، خودش آلوده نکنه، قرارش کنم که اصلا آدمی که آلوده است نمیتونه همچی فکر بکنه جز دنیای دو دقیقه بعد، یعنی جز دنیای نقد اصلا چیزی در خاطرش نمیاد، فقط میخواد اینجا بخوره بخوابه. اگه پاک نباشه، پاک باشه میتونه یه فکر دیگه هم بکنه، به یه چیزایی بالاتر هم برسه، فکر کنه. این عرض بنده. من خدمت شما اگر سوالی عرض کردم اگر آدم پاک دامنیشو حفظ کنه میتواند نیت بکنه، نیت خوب، اخلاص داشته باشه، وگرنه نمیتواند. اونجا میاد به دنبال هوا هوس. من باید بیرون آنجا با هوا هوس هم جنگیدن. میدونی در شبانوز هزار تا هوا هوس برای ما پیش میاد به صد جور. اگه من با اونا نجنگیده باشم اینجا برای هوا هوس میام و هر جای دیگر. شما خدمت میخوای بکنی، مثلا فرض کنی که مثلا شما پزشکی داری میخونی، مثال رفتی تو آزمایشگاه دنبال کشف مثلا یه مشکلی مرضی میگردی، مثلا خود داری کارتو میکنه دیگه، زندگی دارم از همین راه اداره میشه، نیتم خدمت به مردمه. چون مهندسه مثلا فرض کنید که رشته های فنی هستی، خب توی کارخونه داری کار میکنی، خب اونجا کارخونه است دیگه، نتیجهش میره تو چی؟ مردم.
حالا مثال رو میبینیم، پیکان، خب پیکان داری شما میسازی، خب سعی میکنی پیکان خوب بسازی. حالا مثال عرض کردم، پیکان خوب بسازی، چون آدم که تو این میشینه با این میره زیر یه تریلی، اگه ماشین درست نباشه پرت میشه مثلا توی دره. من سعی میکنم کارو درست بکنم که مردم اینجوری تو رشته برق شما کار میکنه، یه قمقه شما داریم که متاسفانه هرچند من گفتم اثر نکرد، رفت کانادا چیز درس میخوند، دانشگاه شریف درس میخوند، بعدم فوق لیسانس گرفت و بعدم رفتش کانادا و دکتراش اونجا گرفت و اونجا موند. زنش هم باز یه قمقه شما بود و حالا بچه ها یه مجموعه بچه ها. خب این چی آخرش چی شد؟ اونجا هم یه کشف تازه کرده بود، یه چون کشف کرده بود که مثلا یه مقداری خرج برق مردم رو کم کرده بود، مثلا 2% خره مثلا. فرض کنید که اگر چراغا اینجوری باشه، مثلا چراغا کم چیز داریم، کم مصرف، مثلا فرض کنید چراغ کم مصرف و ایشون اختراع کرده، مثال میگم. و خب مردم خیلی تشکر کردن، هم تلفن های متعدد کردن، آخرش چی؟ هم خدمت به بشریت آمریکا ها، حالا ایشون خدمت به بشریت کانادا رو انتخاب کرده متاسفانه. بله. شما کارتو میکنی؟ کارت را این ممکنه یه جایی فرض کنم یه جایی پول خیلی بیشتر میدن، یه جایی پول کمتر میدن، اما اینجا خدمتش بیشتره. خب من اینو انتخاب میکنم، این جای امتحان خوبیست. من 8 سال مثلا 8 سال کار کنم، من حقوقم میگیرم، حقوقم هم مکفیه. من 10 سال کار میکنم، اما چون کار خدمت به مردمه، این از جونم میذارم، از سلامتی قوت جوانیم میذارم برای اینکه بیشتر به مردم بتونم خدمت کنم. عرضم به حضورتون یکی از چیزایی که توفیق آور از فوق العاده، توفیق در دنیا برای آدم میاره، برای آخرت آدم میاره، برای همه چیز، برای اینکه درس شما موفق بشه، برای اینکه کارتون بهتر باشه، کار بهتری مثلا گیرتون بیاد، خدمت بیشتری بهتون کنید، خدمت احترام کوچیکی در برابر پدر مادره، خدمت به پدر مادر. من 2 تا سفارش میکنم، یکی نمازاتون رو به دقت درست صحیح بخونید و اول وقت بخونید، این خیلی مهمه. دوم پدر مادرتون. یه دوستی ما داریم، این اصلا تو زبانش مثل اینکه خدا چشم گذاشته، دو تا بچه کوچولو داشت، 2 قلو هم بودن اتفاقا. هرچی اینا میگفتن ما داریم از این چشم ما میشنویم. با پدر مادرم همین چشم خوب میگفتا، گفتن اگه نگاه مهربان به پدر مادر بکنی یه ثواب یک حج به آدم میدن. من میگم یک چشم خیلی خوب مثلا گرم مهربانانه به آدم به پدر مادرش بگه، صدا کردم مثلا فلانی، بله چشم مثلا. من عرض میکنم اینم 2 تا حج به آدم میدن مثلا. آدم خوشبختی آینده خودش را با خدمت به پدر مادر تأمین می کند، تقدیر می شود خوشبختی برای آدم با خدمت. این کل مدتی که آدم، حالا شما دیگه مثلا عقرس شدین، بالغ شدین، کار ازتون برمیاد، کل مدتی که آدم می تواند خدمت به پدر مادر بکند چقدره؟ مثلا چند ساله؟ هرچی اراده بیشتر باشه بیشتر بهتر. برای من کم چند ساله، مثلا 20 سال شما خدمت میکنی، تا
تمام عمرت خوشبختی رو بر خودت میخری به طورت قطعی، خوشبختی قطعی. اگر پدر مادر از آدم راضی باشه، دلشون خوش باشه، حال ممکنه وقتی استثناءات بی دلایل دیگری باشه، اما به طور طبیعی به طور عمومی خدمت به پدر مادر، راضی نگه داشتن، راضی کردن، دلخوش کردن پدر مادر، خوشبختی به همراه می آورد. یه پسرمو داشت، والده ما، این من پدرشم که یعنی عموی مادر ما بوده، من اونم دیده بودم، ایشون خدمت اونو خیلی کرده بود، به نظرم ایشونم هی دعاش کرده بود. ایشون 80 خورده‌ای سال عمر کرد، زنش خوب بود، بچهش خوب بود، دامادش خوب بود، عروسش خوب بود، خونش خوب بود، کارش خوب بود، خدمتش خوب بود، همه چیش خوب بود. برکت دعای پدر مادر. من عرض کنم پدر مادر دعام نکنن، وقتی دلش خوش میشه برای شما 1000 تا دعا هست. خودت دلخوشی پدر مادر، این دلخوشی لزوم ندارید به زبون چیزی بگه، دلش خوش میشه. شما اگه خوب حرف بزنی، خوب جواب بدی، اون بعده که عرض کردم، بعده رو قشنگ بگی، چشم رو قشنگ بگی، دلشون خوش میشه. آدم اولا ثمرش تو بچه های خودش میبینه، ثمرش تو بچه های خودش میبینه، ثمرش در کل زندگی خودش میبینه. خب اینم شد 40 دقیقه. این آقام پیشنهاد کردن جمع که در عمل که همراه هم، در نیت همراه نیستن. اون هر کسی چیز میگن قدیما میگن هر کسی نون نیت خودشو میخوره، اون بر اون میشه ابدی، بر اون میشه موقت دنیایی. اینجا یه بارکلا بهش میگن و تموم. مثلا فرض کنید جایزه بهش میدن و یه مثلا توی یک همایش اسمش برام تموم میشه میره، اما اون بر اون ابدی میمونه. اون که برای خدمت به مردم، خدمت به مسلمان ها، خدمت به کشور اسلام کار کرده، براش میشه ابدی. بله عرض کنم این بستگی داره به مقدار قوت ایمان آدم. من چقدر خدا رو قبول دارم، چقدر مردم رو قبول دارم. اگه مردم بیشتر از خدا قبول دارن، خودم ناگزیر نیت مردم رو میکنه، تشکر اونا رو میخواد. وقتی خدا رو بیشتر قبول داره، خب اصلا گوشش بده کنه، اصلا فرار میکنه که اسمشون نبرن، اسمشون نگن. میان دو تا عالم بودن توی کوچه زندگی میکردن، هر دو هم یه روز، از این رسم ما داریم، یه روز روزه داشتن خونشون. ممکن مثلا 5 نفر بیان و اما میخوان یه اسم مثلا حضرت ابوالعبدالله تو خونشون برده بشه. این آقا هر هفته تو خونه اون آقا روزه میرفت، اون آقا هر هفته خونه ایشون روزه نمیامد، این هیچ نمیامد، این هر روز میرفت. وقتی دادم خاطر خداست، فرار میکنه از اونجا که نشونش میخوان بدن.
و اون آدم ها به یه لذت هایی میرسن که این اصلا در خاطرش خطور هم نمی کنه. کسی که دنبال رضای خدا بوده به یه لذت هایی میرسه، به یه نتایجی میرسه که اصلا به اینا به خاطرشون خطور نمی کنه.